نهم اسفند ماه 1398 خورشیدی و 28 فوریه 2020 میلادی. صفحه آخر این هفته اختصاص دارد به کرونا. پرده آخرم خواهیم داشت مثل همیشه آخر برنامه. اولین روز زمستان 98 دسامبر 2019 از ووهان چین خبر رسید که عده‌ای ظاهراً بدون دلیل دچار سینه پهلو شدن، هیچ دارویی هم روشون کارگر نیست. بعد خبر رسید که 2000 نفر تو همون شهر از بیماری مشابه مردن. سرعت گسترش ویروس فقط شاید با سونامی قابل مقایسه باشه. شمار مبتلاها رسید به نزدیک 80000 نفر در طول کمتر از 2 ماه و شمار فوت شده ها 2800 نفر. در ایران 29 بهمن 98 2 نفر به دلیل نارسایی تنفسی در بیمارستان کامکار قم فوت کردند. مسئولان اعلام کردند ربطی به کرونا نداشته و در ایران ویروس کرونا وجود نداره تا 1 روز قبل از انتخابات. مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت مدام توییت میکرد، تو فضای مجازی فعال بود و میگفت اینا شایعات استکبار فلان خاره و کرونایی وجود نداره. خلاصه در ایران یعنی تا اول اسفند 29 مارس کردم این اتفاق افتاد. امیرآبادی نماینده قم در مجلس میگوید اولین فوتی کرونا در قم 24 بهمن ثبت شده، ولی خب کسی اعلام نکرد و برعکسش هم به دروغ گفتن. 30 بهمن 98 وزارت بهداشت اعلام کرد نتایج آزمایش اولیه 2 مورد از موارد مشکوک از نظر ابتلا به کرونا مثبت است. بیمارستان کامکار قم نیز به عنوان محل قرنطینه و مراجعه بیماران و موارد مشکوک به کرونا مشخص شد. 2 اسفند 98 با اعلام رسمی فوت شدن 4 نفر در قم، ایران بعد از چین بیشترین تلفات ناشی از کرونا ویروس را ثبت کرد. تا همین امروز هم همینطوره. 2 اسفند البته روز برگزاری انتخابات مجلسشون هم بود، همون روزی که ایران در کشته دادن به ویروس کرونا در جهان بعد از چین به مقام دوم رسید. همون روز خامنه ای گفت همه اینا کار دشمنه. خبر این بروز این ویروس و این بیماری در مثلا فلان شهر در قم مثلا داده شد شب پنجشنبه. سحر پنجشنبه شروع کرد تبلیغات کردن که مردم نبادا برین تو صف انتخابات وایسین، تو صف رای دادن وایسین، اونجا چنین هست چنان هست، بیماری هست، مرض هست، ویروس هست. ببینید مردم خب آمدن پای صندوق ها، دیدید شما تو تلویزیون بیرون هم هر جا رفتید رأی دادید حتما دیدید اجتماع مردم را. مردم قم که خداوند متعال برکاتش رو بر این مردم زیاد کنه، با اینکه اونها مرکز این کار بودن، اول اسم اونها آورده شد در انتخابات، یکی از شلوغترین حوزه های انتخابی حوزه های قم بود. این اولین سخنرانی خامنه ای بعد از انتخابات بود در وسط مبارزه مردم با ویروس کشنده کرونا. نمیگه ویروس کشنده کرونا از قم شروع شد، میگه دشمن اسم قم رو اول آورد. اومدن درست روز قبل از انتخابات گفتن کرونا اومده که از وحشتش مردم نیان رأی بدن. نمیگه کرونایی وجود داره، نمیگه در بسیج مردم برای انتخابات ما شکست خوردیم. بعد همین آدم نماد تقوا مثلا ولی فقیه روز پنجشنبه 8 اسفند میاد میگه که از پزشکان و کادر درمانی کشور تشکر میکنم و امیدوارم زودتر کلک این ویروس منحوس کنده بشه. آخونده دیگه، مثل گربه مرتضی علی دیگه، نمیتونه بیاد بگه که تبلیغات دشمنه همش، چون همه کشور آلوده شده.
از پیام‌هایی که دوستان از قم فرستادن براتون میخونم. سه‌شنبه ششم اسفند صبح بیمارستان شهید بهشتی، کلیه بیماران عادی به زور ترخیص شدند و فقط بیماران کرونا نگهداری و قرنطینه میشوند. بیمارستان‌ها و ارگان‌های حمایتی دچار بحران کمبود تجهیزات پزشکی شدند و مردم گرفتار از این بیمارستان به آن بیمارستان. روزانه این بیمارستان‌ها 5 الی 10 مرگ از کرونا دارند و دستور دارند جسدها را تحویل ندهند و خود دولت تصمیم می‌گیرد کجا دفن شوند. این بخش داخلی زنان در بیمارستان شهید بهشتی قومه. چهارشنبه هفتم اسفند کاملا تخلیه شده، همینطور که میبینین، برای پذیرش بیماران مبتلا به ویروس کرونا. حالا هی رهبر بشینه بگه دشمن به خاطر انتخابات گفت ویروس کرونا شایع شده. من نمیدونم چرا قائم مقام وزارت بهداشت رهبر مبتلا شد، اونم با خوشحالی جهادی اومد گفت منم کرونایی شدم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه هموطنان عزیزم از سلام و ادب و احترام دارم. میخواستم به اطلاعاتون برسونم که منم کرونایی شدم. من چگونگی برخورد حکومت با شیوع کرونا در ایران و منطقه رو که چرا ایران دومین صادرکننده کرونا به جهان بعد از چین هست میذارم برای برنامه دیگه، چون بعید میتونم که امشب برسیم به این موضوع هم بپردازیم. امشب اساسا روی نکاتی متمرکز میشیم که از نظر بهداشتی، پیشگیری و درمان همچنان برای مردم اولویت داره. آنچه که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش میشه غیر قابل اعتماده و همش با مصلحت سیاسی خلاصه، متاسفانه. و به همین دلیل تو این برنامه میپردازیم به همین مسئله پیشگیری و درمان. بذارین از همین مسئله ساده و ظاهرا پیش پا افتاده شروع کنم که همه پزشکان توصیه میکنن: ضد عفونی کردن دستا و محیط چقدر اساسی برای پیشگیری و آلوده نشدن. از دکتر مینو مهرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز و متخصص بیماری های عفونی در ایران بشنویم. الان همه اکثر مردم تو شهر که رامینه میبینیم ماسک زدن. ماسک زدن به تنهایی فایده نداره اگر دست نشوریم. مهمتر از ماسک زدن دست شستنه، چون این ویروس در اثر عطسه و سرفه، چون ویروس سنگینه، به صورت قطرک انتقال پیدا میکنه. رو هوا پخش نمیمونه که از هوا بگیری، میاد میشینه روی وسائلی که دوروبر بیمار هست. در اثر عطسه و سرفه حتی اکثر تا 1.5 متر و نیم این ویروس به دوروبر پرتاب میشه. بنابراین وسائلی که دوروبر بیماره آلوده است. من میام به اونا دست میزنم، بعد قبل از اینکه دستم بشورم میبرم به دهنم، یه چیزی میخورم یا چشمم میمالم. خب این باعث انتقال میشه، یعنی تماس، نه از راه مستقیم ویروس بیاد از دست اطلس، مگر تو صورت آدم سرفه کنه، تو چشم آدم سرفه کنه. بنابراین اون رو با دست شستن رو با دقت بکنیم. چجوری دست بشوریم؟ با آب و صابون 20 ثانیه دستمون رو قشنگ بشوریم، یا اینکه اگر آب صابون در دسترس نداریم از این محلولای ضد عفونی کننده الکل بیس به اصطلاح، با اونها 20 ثانیه حسابی دستمون رو بمالیم، بشنن که تا یه زن اینجوری کردیم بقیش هم با روپوشمون پاک کنیم، با پیرنمون پاک کنیم و بریم، یا با دستمال. نه، باید بذاریم حسابی خشک بشه 20 ثانیه حداقل. اگر دستتون رو مرتب بشورید سالم میمونید. مردم همه نگرانن آیا روی لباس بیرون چند روز میمونه این چیزایی که آمده. ببینید از اپیدمی این بیماری ویروسی دو ماه و نیم بیشتر نگذشته، خیلی چیزا راجبش هنوز نمیدونیم. پس اونی که میدونیم شستن دست و اتیکت سرفه است. خب اتیکت سرفه، حریرچی قائم مقام وزارت بهداشت که خودش میگه کرونا گرفته یا به قول خودش کرونایی شده، میره صدا و سیما میشینه مصاحبه میکنه و پشت هم سرفه میکنه و معلوم نیست قبل و بعد مصاحبه چند تا رو آلوده کرده تو همون ساختمون جامع جم. بعد فرداش میره با رویه سخنگوی دولت کنفرانس خبری میذاره. ما هم از طریق علائم بالینی متوجه میشیم که این بیمار مشکوک به کرونا هست یا نه.
و اگر در استانی هم موجود نباشه نمونه رو سریع منتقل میکنیم در تهران انجام میدیم، نه اینکه چون آزمایش نیست بگیم که بس بیماری هم نیست، اینکه اصلا متصور نیست. و الان در حدود 10 استان هم مستقر شده و یا بیشه در 2-3 روز آینده مستقر خواهد شد. در مورد قرنطینه ما به هیچ وجه موافق نیستیم. قرنطینه مال قبل جنگ جهانی اول، مال طاعون و وبا و اینجور چیز، از خود چینی هم از این قرنطینه ای که انجام شده خیلی راضی نیستن. کجای دنیا ممکنه این اتفاق بیفته؟ معاون وزیر بهداشت در مورد انتقال ویروسی که بهش مبتلاست اینقدر بیمبالات باشه؟ بعد این آقا میگه قرنطینه مال اوایل قرن بیستم بوده، الان هم چینی از این قرنطینه راضی نیستن. چرا دروغ میگی؟ کجا چینی از این قرنطینه راضی نیستن؟ یک استان چین با بیش از 60 میلیون نفر جمعیت بیش از یک ماه قرنطینه است. سازمان بهداشت جهانی از همه کشورها خواست که الگوی چین را در مبارزه با کرونا به کار بگیرند. چجوری اینا تو چشم مردم نگاه میکنن دروغ میگن اینقدر؟ آخوندهای قم و رهبرتون نمیذارن که قم قرنطینه بشه و شما باید هی این دروغای مسخره رو تحویل مردم بدین. و مسخره تر این که این حاج آقا ایرج، اسمش ایرج، حاج آقا ایرج حریرچی، خیال میکنه قرنطینه یعنی تعطیل کردن. قائم مقام وزارت بهداشت این مملکت نمیدونه که قرنطینه یعنی فرد یا افرادی رو برای مدت معینی در محیطی بدون تماس با دیگران نگه داشتن و جلو رفت آمد به محل قرنطینه رو گرفتن. مقام ارشد وزارت بهداشت نمیدونه. شما یه شهر فرضی رو قرنطینه کنید، اعضای داخل شهر چه کار میکنن؟ ما اصلمون، ببینید، ما اینا رو به دقت محاسبه میکنیم و آزمایش میکنیم، تحلیل و پیشبینی میکنیم که هر تصمیممون چه تأثیری خواهد گذاشت. اگه ما مثلا در شهر قم ممتد 10 روز تعطیل کنیم و همه پاشم برام مسافرت، خب این که در کل کشور پخش میشه. ولی مثلا اگه تعطیل کنیم میگن حتما دلسوزترید که مثلا یهو همه رو تعطیل کردید. خب بالاخره اینا یه محاسبات اپیدمیولوژیک و بهداشت داره. قرنطینه ما به هیچ وجه موافق نیستیم. این آدم اگه سوادم داشت مجبور بود با قرنطینه مخالفت کنه، در حالی که ویروس کرونا به سرعت در حال گسترش است. برخی شهرهای ایران همچون قم و مشهد بسیار درگیر شدند. برخی مقامات ایران با قرنطینه این دو شهر مخالفت میکنند. علی تاجرنیا، پزشک و نماینده پیشین مجلس، میگوید درباره شهرهای مانند مشهد خبرهایی که من دارم این است که وزارت بهداشت درخواستهایی برای قرنطینه داشته، اما نهادهای بالادستی، یعنی چی؟ یعنی احمد علم الهدا و رئیسش علی خامنه‌ای، مخالفت کردند. بنابراین باید بگویم مصاحبه هایی که مسئولین وزارت بهداشت انجام میدهند مصلحتی است و بر اساس واقعیت ها نیست. حاج ایرج حریرچی، قائم مقام وزارت بهداشت که کرونایی شده، یقه امیرآبادی نماینده قم رو گرفت که آماری که از فوت شدگان در قم میدی که همون روزای اول 50 نفر در قم از کرونا مردن دروغه و اگه بتونی ثابت کنی، حتی 1/4 رو بتونی ثابت کنی، من استعفا میدم. شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر این شورا هم، نماینده رهبر در این شورا هم گفت که امیرآبادی دروغ میگه، نماینده قم در مجلس، و اینجوری نبوده و دادستانی رو فرستادم عقبش. بعد احمد امیرآبادی، نماینده قم، در پاسخ به اینکه آمار 50 فوت شده از کرونا در قم تکذیب شده است، گفت اسامی 40 نفر از فوت شدگان را به معاون وزیر، یعنی به همون ایرج حریرچی، داده ام و حالا باید منتظر استعفا او باشیم. امیرآبادی نوشت در خصوص دفن شدگان در بهشت معصومه قم چی داری بگی؟ البته پزشکان بیمارستان کامکار و فرقانی در قم نوع فوت را مشکل حاد تنفسی می نویسند، نه کرونا. ولی خوب می دانید که فوتی ها از میان قرنطینه های کرونا هستند.
به پزشکا میگن ننویسین کرونا تا ثبت نشه ما بتونیم آمار دروغ بگیم، بنویسین مشکل حاد تنفسی که چی بشه که خانواده هاشون ندونن که باید قرنطینه بشن و این ویروس بیشتر و بیشتر پخش بشه. کدوم حکومتی در تاریخ با مردمش اینجوری رفتار کرده؟ دولت اعلام کرد که ماسک و مواد ضد عفونی کننده در اختیار مراکز بهداشتی قم به اندازه کافی گذاشته شده و وجود داره. با سلام خدمت همه عزیزان، اینجا قم هست، پایگاه سلامت دانش. میخواییم بریم پک و ماسک و بهداشتی بگیریم، چیزایی که اعلام کردن که دارم، ولی متاسفانه میبینیم که یه همچه برگیه زدن که با عرض پوزش ماسک و پک بهداشتی هنوز برای ما توضیح نشده. لطفا سوال نفرمایید. تقریبا تمام مرکز بهداشتی سطح قم به همین شکل است. در تهران یکی از مبتلایان کرونا که در بیمارستان مسیح دانشوری به ریاست علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر بستری است، نوشته است بیش از دو روز از هنوز لباس خودمان تنمان است، آب برای خوردن نیست، باید خودمان برویم تا بوفه بیمارستان آب معدنی بخریم. چهارشنبه شب از همین بیمارستان مسیح دانشوری خبر آمد که امنیتی ها برای جلوگیری از پخش خبر صحیح موبایل همه پرسنل بیمارستان و همراه های بیمارا رو گرفتن و ضبط کردن و ضبط میکنن. به همه این هفته آینده خواهم پرداخت. یک نکته بسیار مهم، میزان مرگ و میر در ویروس کرونا طبق سنجش سازمان بهداشت جهانی 1.5 تا 2%. در ایران طبق آماری که رسما دولت اعلام کرده تعداد فوتی ها تا پنج شنبه شب، یعنی تا موقع ضبط این برنامه که بنده دارم صحبت میکنم، حدود 0.1 تعداد مبتلا هاست. 26 فوت شده از 248 مبتلا. 26 بله از 248 مبتلا. اگر معیار جهانی 1.5% رو در نظر بگیریم، با وجود 26 فوتی تعداد مبتلایان در ایران بیش از 2000 نفر خواهد بود. یعنی بیش از 2000 نفر باید باشه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه اون 1800 نفر بقیه، 1850 نفر بقیه هم دارن ویروس رو هر جایی که هستن پخش میکنن در اطرافشون و هم خودشون هر لحظه ممکنه جونشون از دست بدن. بخشی از جنایت اینه. در خدمت آقای دکتر آرش علایی هستیم، مدیر مؤسسه بین المللی آموزش و سلامت. درود بر شما آقای دکتر، خوش آمدید به برنامه صفحه آخر. بفرمایید کرونا که بهش میگن کووید 19 چیه؟ خواهش میکنم. ضمن عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترمتان و تشکر از اینکه به من این وقت دادین که در برنامه شما شرکت داشته باشم، باعث افتخار منه که این فرصت دارم. ویروس کرونا ویروسیه که در اوائل دهه 80 میلادی شناخته شد، ویروسی بود متعلق به حیوانات، بیشتر پرندگان و پستانداران مشاهده می شد این نوع ویروس ازشون، تا اینکه در اوائل سال 2000 این بیماری، این نوع ویروس از حیوانات به انسان منتقل شد و تولید بیماری کرد، بیماری سارس. و بعد از چند سال بعد از اینکه سارس کنترل شد، نمود دیگرش بیماری مرس یا همون بیماری که در خاورمیانه و عربستان سعودی بیشتر شروع کرد و الان با سومین حالت این بیماری مواجه شدیم که نامگذاری کردن کو یعنی کرونا، وی آی یعنی ویروس و دی یعنی دیزیز، یعنی بیماری ویروسی که متعلق به کروناست و چون در سال 2019 بوده با 2019 پسوند کرده. کرونا با توجه به اینکه مخصوصا دستگاه تنفسی رو دچار اختلال جدی میکنه و خب تب و کوفتگی و سرفه، اینا خیلی شبیه آنفولانزا کرده کرونا رو، تفاوتش دقیقا چیه با آنفولانزا؟ ببینید ویروس کرونا کاملا ویروس متفاوتیه نسبت به آنفولانزا، یعنی از یک خانواده یا یک دسته ویروسی نیستن، ولی تشابهات بالینی، بروز بالینی ویروس کرونا تشابه داره با بیماری آنفولانزا و یا سایر بیماری‌های ویروسی عفونی تنفسی. به این خاطر از لحاظ تشخیص بر اساس
علائم بالینی یک همپوشانی داره و این باعث میشه که مشکل بشود تشخیص داد بیماری کرونا را از آنفولانزا یا بعضی دیگر بیماری های ویروسی تنفسی. خب خود بیمار چجوری میتونه های دکتر تشخیص بده این بیماری رو؟ یعنی فرض بفرمایید که این نفر تو خونه یا محل کار میبینه که از صبح تا حالا داره سرفه میکنه و اندکی هم تب داره یا عرق میکنه، این باید چیکار کنه؟ از کجا باید بفهمه که آنفلانزا گرفته یا مثلا حامل ویروس کرونا است؟ تمام افرادی که در حال حاضر چه در ایران، چه در افغانستان، چه در تاجیکستان، کشورهای فارسی زبان یا سایر عزیزانی که فارسی زبانن در سایر کشورهای دیگه، شما میدونید که همین چند روز پیش شروع شده در آمریکا آمادگی کامل برای مقابله، یعنی واقعیت هم وزارت بهداشت آمریکا و هم مرکز مدیریت بیماری آمریکا و هم دولت آمریکا، ایالت‌ها پذیرفتن که به آمریکا هم میآید، ولی از الان دارن اقدام میکنن که مثلا ما چقدر ماسک کم داریم، چقدر پرسنل بهداشتی باید چه کاری بکنه، پروتکل قرینه چه باید شه. پس یک آمادگی است، هیچ کشوری نمیتونه مسئول باشه. مردم چه کار کنن؟ با آرامش اگر علامت تب، سرفه و در کنارش تنگ شدن نفس یا کوتاه شدن نفس دارن، خودشان تحت مراقبت قرار بدن، از اطرافیان فاصله بگیرن. نکته مهم اینه که اطرافیان نباید به افرادی که این علامت دارن با نگاه تعویض‌آمیز یا نگاه یک بیماری که اونها رو دچار بیماری میکنه، نباید این نگاه داشته باشه. یک فردی شاید یک سرماخوردگی ساده داشته باشه، خوب بشه، شاید به بیماری آنفولانزا یا ویروس کرونا مبتلا داشته باشه که احتمال تشدید بیماری هست. پس باید اون فرد را از افراد دیگر خانواده در یک اتاق دیگه جدا کرد، در اون اتاق چرخش هوا ایجاد کرد، دست‌ها رو مرتباً شست، ماسک بزند اون فردی که مبتلا هست، دیگران هم حواسشان باید باشه با ترشحات از صورت و دست تماس نگیرد. چه مدت طول میکشه؟ از موقعی که ویروس وارد بدن میشه تا موقعی که علائم بالینی ایجاد میشه، چون میگم آشنایی بشر خیلی کمه، طبق همین چند هفته‌ای که بیماری شناخته شده از 2 تا 14 روز میتونه این علامت ها طول بکشه. یعنی طول کشیدنش منظور اینه ویروس وارد بدن شده، چه موقع علائم بالینی میده؟ 2 روز بعد از اون تا 14 روز، میانگین میگن حدود 1 هفته میگه. بعد از اون یک دوره دوم شروع میشه، از موقعی که علائم بالینی به وجود میاد تا اینکه ویروس باعث میشه که بدن اون ویروس رو از بین ببره یا اینکه فرد خدای نکرده فوت کنه، اون هم باز از چند روز تا 2 هفته طول میکشه. بیشترین احتمال تشدیدش 5 تا 7 روز اول بعد از ظهور علائم بالینیه و از 11 روز بعد از ظهور علائم بالینی دیگه فرد رو به خوب بهبودیه. پس مهمترین زمان خطرناکی که فرد با تحت نظر باشه اون 5 تا 7 روز بعد از آشکار شدن علائم بالینیه. منتها همین جوری که دوباره عرض کردم، این بر اساس آماریه که از چین آمده و افرادی که در اونجا تحت بررسی بودن. حالا پس فرد در خانهش از دیگران جدا میشه، تحت مراقبت قرار میگیره. به محض اینکه علائم بالینی تشدید شد، یعنی این تنگی نفس شدت گرفت، مشکلات تنفسی شدت گرفت، حرارت بدن اوج گرفت، اون موقع است که فرد باید انتقال بکنه، پیدا کنه به بیمارستان. ولی قبل از انتقالش به بیمارستان باید افراد اطراف اون فرد در تماس باشن با نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی که شاید اون نیاز باشه که بیان از بیمارستان یا مرکز بهداشتی درمانی برای اون تست در خانه انجام بدن. چرا ما توصیه میکنیم هجوم رو به بیمارستان ها ندن؟ چون احتمال داره که 98% تا 99% این افراد بدون نیاز به اقدامات پیشرفته پزشکی خوب بشن و یا اینکه اصلا کرونا ویروس نباشن، آنفولانزا یا یک سرماخوردگی های دیگه ای باشن. ولی وقتی که افراد هجوم میکنن در بیمارستان ها، شاید در بیمارستان ها افراد دیگه ای که مبتلا باشن مراجعه کنن و این باعث تماس بشه و پخش شدن یا گسترش بیماری. دوم، هر بیمارستان در تمام دنیا، بیمارستان‌ها یک ظرفیت محدود برای ارائه خدمات به افراد دارند. هیچ جای دنیا به تعداد جمعیتش آمادگی، ظرفیت خدمات دهندگی
بهداشتی درمانی در یک زمان نداره. ایران هم مستثنا نیست. پس اگر هجوم مردم به بیمارستان ها باشه، پرسنل بهداشتی درمانی نمیتوانند به افرادی که نیازمند به خدمات پزشکی هستند خدمت رسانی بکنند و این سیستم رو دچار مشکل میکنه و خود افراد در معرض خطر بیماری قرار میگیرن و افرادی که بیمارن چون بهشان خدمت نمیرسه خدای نکرده دچار فوت میشه. دو تا سوال اینجا مطرحه. یکی اینکه چرا ویروس کرونا اینقدر سریع باعث مرگ بیمار میشه در چند روز؟ و دومی که بیمار آزمایش داد و جواب منفی بود، آیا همون آزمایش کافیه؟ چون میگن مرحله اول آزمایش، مرحله دوم آزمایش، این چجوریه؟ سپاسگزارم از سوال بسیار تکنیکی و خوبی که مطرح فرمودید. در ارتباط با قسمت اول، ببینید نوع ویروس ها، نوع میکروب ها بستگی به ساختارشون و ماهیتشون میتونه بسیار شدید عمل کنه که شامل این ویروس کرونا میشه، یا مثلا بیماری پیشینی که داشتیم مرس تا حدود از هر چهار نفر یک نفر فوت میداد، در صورتی که ما اینجا داریم بحث 1-2% میدیم، یعنی 20-25% احتمال مرگ داد. یا مثلا شما ایبولا درصد مرگ بالاتر بود. این نسبت به نوع ویروس و تهاجمیه که داره. به این سبب ویروس کرونا 1-2% میتونه مرگ ایجاد کنه و بیشتر تمرکزش رو سیستم تنفسیه، یعنی اختلال پیش رفته و وسیع سیستم تنفسی ایجاد میکنه و این اختلال باعث میشه که مشکلات دیگری به وجود بیاد و فوت کنه. ولی در رابطه با تشخیص، ببینید تشخیص ویروس کرونا بر اساس بررسی زنجیره پلیمرازی یا در اصطلاح PCR که یک روش متد آزمایشگاهیه، در ایران هم این متد بوده، در بسیاری از دانشگاه‌ها و شهرها وجود داره، از این روش برای سایر ویروس‌ها هم استفاده میشه، برای سایر بعضی میکروب‌های دیگه هم استفاده میشه، مثلا ویروس HIV، ویروس هپاتیت. این یک نوع تکنیک آزمایشگاهی که کروموزوم ها و اون زنجیره پلیمرازی رو میتونه تشخیص بده که نوع ویروس مشخص بشه. منتها برای این عمل نیاز به یک کیت های تشخیصی آماده شده است که بتونه این ویروس تشخیص بده که از طرف سازمان جهانی بهداشت به ایران ارسال شده و ایران داره. پس نگران دسترسی به دستگاه های آزمایشگاهی و کیت های آزمایشگاهی نباید باشیم. منتها سوال شما مهمیش اینه، آیا فرد اگر یک بار تست داد و اون تست منفی بود این کفایت میکنه؟ نه، این کفایت نمیکنه. دوستان عزیز، پرسنل بهداشتی درمانی ما، بیمارانی که عزیز هستند و افراد جامعه باید بدانند که یک بار تست منفی کفایت نمیکنه. چرا؟ چون ویروس در طی این 2 هفته اول و 2 هفته دوم تعدادش میتونه بالا پایین بره و باعث بشه که بعضی مواقع فرد بیماره ولی جواب آزمایش در بیاد منفی. به این خاطر توصیه میشه که حتما 2 بار با فاصله این تست انجام بشه و اگر این فرد علائم داره کماکان تحت نظر قرار گرفته بشه. خب ببینید آقای دکتر، چنان که میدانید چینی ها اعلام کردن که داروی مقابله با ویروس HIV/AIDS در مورد ویروس کرونا هم مؤثر عمل کرده. چقدر این درسته اولا؟ ثانیاً اگر عمل میکند و درست آنچه چینی ها میگن در این زمینه، چقدر تاثیر داره؟ چند درصد تاثیر داره این دارو برای مقابله با ویروس کرونا؟ همونطوری که عرض کردم، ویروس کرونا رو از دهه 80 میلادی شناختند و نوع ویروس نوع آرنا ویروس هست و این ویروس و نحوه تکثیرش مشابهت زیادی داره به ویروس HIV و تا حدودی با ویروس های هپاتیتا مشابهت داره. چون این مشابهت در تکثیرش هست، وقتی که اونا استفاده کردن بعضی داروهایی که ضد رتروویروس و ضد ویروسی بوده، دیدن در افرادی که مبتلا به کرونا هست هم میتواند تأثیر بذاره، ولی این تأثیر به صورت قطعی نیست. پس عزیزانی که شنونده هستند بدانن که داروی HIV/AIDS درسته که در ایران هست و در دسترس هست و رایگان هست، ولی توصیه نمی شود که از اون داروها استفاده کنند برای کسانی که کرونا ویروس دارن، چون این توصیه کردن وقتی صورت میگیره که جواب قطعی در
افراد زیادی که مورد مطالعه قرار گرفتن داشته باشیم. این جواب رو هنوز نداریم، ولی من آخرین مقالات رو نگاه میکردم، به سرعت هم در چین و هم در آمریکا دارن هم رو دارو و هم رو واکسن کار میکنن. میدونیم که در یکی دو تا لابراتوار واکسنی که مؤثر باشه پیدا شده، منتها نیاز هست که تایید بشه و به صورت انبوه در معرض دسترس قرار بگیره. پس باز هم یک خبر خوب هست اینجا که افراد دچار تنش و نگرانی نباشن، فقط جبران کنن که اگر مدیریت کلان سیستم بهداشت درمانی یک اقفال کرده که دیر حرکت کرده انجام بده کارهاشو، خود مردم میتونن با آگاهی که پیدا میکنن پیشگیری کنن از ابتلا به بیماری و تحت نظر قرار بدن و بعد مراجعه کنن به سیستم بهداشت درمانی. ببینید، در ایران مقامات جمهوری اسلامی بیشترین شمار مبتلا به ویروس کرونا رو در بین مقامات کشورهای دیگر در جهان دارن، یعنی رکورد زده جمهوری اسلامی. ابتکار، خانم ابتکار در جلسه هیئت دولت میشینه، در نمیدونم بغل دستش افراد دیگه هیئت دولت میشینن و رئیس جمهور هم در یکی دو متریش نشسته و ایشون پست میگم پست ببخشید ایشون تست کروناش آزمایش ببخشید آزمایش کروناش جوابش مثبت آمده. خانم ابتکار میشینه تو این جلسه و خب از اون بر از تو آخوندام داره قربانی میگیره، نمیدونم آیت الله خسرو شاهی میمیره، نمیدونم خواهر فلان مرجع تقلید میمیره، نمیدونم فلان عضو مجمع تشخیص دوچار میشه به این بیماری و همینجوری داره درو میکنه. بخش تخصصیشو آقای دکتر توضیح میدن و من میخوام بپردازم به این موضوع که اگر واقعا اینقدر شایع است در همه جای ایران درباره پرسنل بیمارستان ها که مستقیم با بیمارا تماس دارن مدام، ما هنوز نمیدونیم چند نفرشون به این ویروس مبتلا شدن. آقای دکتر توصیه ای دارین واقعا به پرسنل این بیمارستان ها؟ من همینجا از این فرصت استفاده میکنم و واقعا دست مریضات میگم و دست همه همکاران عزیز، از بهداشتکاران، از پرسنل پرستاری، پزشکی که دارن واقعا خدمت میکنن و خودشان در معرض ابتلا به بیماری هستند. من نگاه کردم چند تا از پرستاران عزیز، پزشکان فوت کردن یا بیمار شدن، واقعا دست مریضات دارن که خط مقدمن با ویروس، ولی کماکان ارائه بهترین خدمات رو میدن و این واقعا همون سوگند پزشکی است که همه ماها یاد کردیم، ولی اونها دارن زحمت اجراش میکشن. پس اینجا واقعا یه تشکر دارن که اونها دست مریضات بشن بگیم. موضوع مهم اینه که من وقتی که دیدم معاون وزیر بهداشت گفت من هم کرونا گرفتم و مردم نترسین، این جمله واقعا تأسف آوره که معاون وزیر بهداشت خودش بیمار میشه یا رئیس دانشگاه بیمار میشه. این چرا بیمار میشه؟ یعنی اینکه این فرد در عالی ترین رتبه های سلامتی خودش پیشگیری نکرده یا بلد نبوده پیشگیری کنه یا اهمال کرده. چه اگر ما به قول معروف هر چه بگندد نمکش میزنیم، وای که بگندد نمک. اگر ما کسی که راهبریت سیستم بهداشتی درمانی داره، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیمار میشه، چه انتظاری داریم از افرادی که اطلاعات اولیه پزشکی ندارد؟ پس یک اهمال در سطح وسیع انجام میشه. دوم، پرسنل بهداشتی درمانی چرا بیمار میشن؟ چون وسایل محافظت شونده ندارن. وگرنه شما الان نگاه کنید در چین. در چین در اولین گزارش آمد که اون پزشکی که میخواست گزارش بده فوت کرده بود، چون خود اون پزشک اصلا بیماری رو نمیشناخت. اون گروه اولی که در چین مبتلا شدن، پرستارا و پزشکا، به خاطر این بود که از ماهیت بیماری خبر نداشتن، از نوع بیماری خبر نداشتن. ولی طی دو سه هفته گذشته اگه شما نگاه کنید، یک نفر از پرسنل بهداشتی درمانی در چین با اون وسعت آلودگی بیماری و فوت
هیچ کدام مبتلا نشدن، چون به محض اینکه فهمیدن محافظت کردن و وسایل پیشگیری رو استفاده کردن. مشکلی که الان به وجود آمده اینه که ساران، پزشکان، بهداشتکاران میخوان برای اینکه وجدان کاری دارن برن جلو کار کنن و کار میکنن بیمارها. این وظیفه دانشگاه های علوم پزشکیه، وظیفه وزارت بهداشته و وظیفه دولته که اونها رو در معرض خطر قرار نده، ماسک بهشون بده، پوشش صورت بده، لباس محافظت شده بده که نداده، و این باعث شده که افرادی که خودشان باید خدمت بکنن دچار بیماری شدن. و همونطوری که عرض کردم، معاون وزیر بهداشت میاد میگه نترسید که من هم کرونایی شدم. آخه بیماری که 1-2% فوت میکنه افراد، چطور نباید بترسن مردم؟ مردم باید نگران باشن، ولی این ترس و تشویش ما نباید با این صورت بیاریم پایین. باید آرامش بدیم، آگاهی سازی شفاف کنیم که مردم ترسشان دچار رفتار هیجانی نشن. مثل اینه که ما بگیم خب این سمه، بخوریش نگران نباش. خب این سمه دیگه، بیماریه. بیماری چطور بیمار نشن؟ مردم باید آگاهانه استراب دارن، استرابشان آگاهانه پایین بیاریم، نه اینکه شهامت بکنیم بگیم خب من هم کرونایی شدم. این اصلا واقعا قابل پذیرش نیست. بله، قرنطینه هم یکی از موضوعهایی است که مقامات حوزه و سیاست در جمهوری اسلامی هر دو خیلی سرش بحث میکنن. این قرنطینه نکردن قوم که مرکز صدور کروناست، چه در ایران چه در منطقه، چقدر علمی و تخصصی است؟ یا مثلا مدارس در شهرها و روستاها چرا تعطیل نمیشن برای مدت معین؟ ژاپن که تعداد فوتیهاش بسیار کمتر از حتی 2% هست، نخست وزیر ژاپن روز پنجشنبه خبر آمد که اعلام کرده است خودش شخصا که تمام مدارس از دوره ابتدایی تا متوسطه و عالی باید تعطیل بشن، دانشگاه هم که البته به تبع اون، و تعطیل شدن به طور کلی. حالا نماز جمعه رو تعطیل میکنن در نمیدونم 23 شهر گویا تعطیل کردن نماز جمعه رو، ولی مثلا حرم امام رضا و امام زاده ها بازه، حرم حضرت معصومه بازه. میگن ما آزمایش میگیریم، مثلا کسایی که میرن تو رو ضد عفونی میکنیم فلان، هی هم الکل میپاشن اون تو. ولی این میله هایی که دور این بقاع متبرکه گذاشتن، خب اون کسی که میره، اون فردی که آلوده به ویروسه، وقتی که میره به زریح دست میزنه یا زریح رو ماچ میکنه و دیگری میره همون آب دهان رو ماچ میکنه و به زریح دست میزنه، خب میگیره، منتقل میشه. شما اومدین میله فلزی دوباره گذاشتین دورش، خب به جای اینکه بچسبه به اون وسط به زریح، شما با یه فاصله نیم متری متری دوباره همون کارو گذاشتین که بکنه. خب طبیعی است که اونجوری هم منتقل میشه، طبیعی است که تمام فیلم و عکسایی که اگرم نرفتین تو زری شما دیدین، منم دیدم، این توی حرم ببخشید که دور زری رو میله گذاشتن، خب همون به راحتی منتقل میکنه. این دعوای حوزه و سیاست دولت، دعوای شرع و در واقع فقه با واقعیت زندگی، با سیاست، همون دعوایی است که در قرون وسطا بود، دعوای دولت و کلیسا در واقع. حالا اومده تو ایران به این صورت داره، باز با کرونا داره این دعوا بروز میکنه و داره امتحان پس میده. باری واقعا تعطیل کردن این مراکز و قرنطینه کردن قم لازم نیست اینطور که مسئولان جمهوری اسلامی میگن؟ آقای دکتر علایی، وقتی که خود دولت داره یک بیماری رو سیاست زده میکنه، مردم هم آگاهی کم دارن، اونها دچار تلاطم میشن که کدام حرف صحیحه. مضاف بر اون میان به سخره میگیرن، مسخره میکنن که در بدنه وزارت بهداشت که قرنطینه مال جنگ جهانی اول بود. من خیلی دوست داشتم که انتشار بدم که CDC آمریکا و وزارت بهداشت آمریکا
نحوه قرنطینه کردن، بحث کرونا قرنطینه کردن، بحث بیماری‌های تنفسی دیگر قرنطینه کردن هم تاکید داره و هم باز هم اجرا میکنه، سال 2020 هم اجرا میکنه. من نمی‌دارم این سخره گرفتن بحث قرنطینه و پایمال کردن یک بحث مهم علمی بهداشتی با سیاست زده کردن اون چه معنی میده. بحث قم اگه ما بخوایم خیلی تخصصی ببینیم، ببینید چون اول موضوع چند نفر فرد مبتلا شده بودن، بهتر بود که گرد و اطراف اون فرد را قرنطینه میکردن که گسترش بیماری رو تحت کنترل کنن. به مرور زمان ما دیدیم که تعداد افرادی که در قم شناسایی شدن و فوت کردن بیشتر شده، که همینجا هم باز یک تناقض هست که نماینده مجلس میگه 50 نفر ولی وزارت بهداشت یک عدد دیگه میگه. در هر دو عدد مشخص بود که قم یک منبع بوده برای شناسایی اولیه. حالا ما نمیدانیم که آیا سایر شهرها و استانهایی که بیماری درشون گزارش شده افراد از قم به اونجا رفتن یا اون افراد از یک سورس دیگه بیمار شدن، ولی آنچه که مسلم است اولین گزارش ها و پایگاه اولیه قم بود. بهتر بود که قم را اول کنترل میکردن. کنترل چی؟ بحث قرنطینه بحث بستن ساختمان ها و جاده ها نیست، بحث تردد نکردن افراده. چون وقتی که افراد تردد میکنن برای یک شهر زیارتی مثل قم، از سراسر کشور فرد میتونن افراد برن در قم و از قم برن برگردن به شهرشون، یعنی به سادگی این بیماری گسترش کشوری پیدا میکنه. وضع قم بسیار بسیار حساسه، چون یک مکان زیارتی داره که از سراسر کشور میرن تا یه شهر دیگه ای که توریست یا زیارت کننده نداشته باشه. پس باز اینجا یک قدم عقب رفتن و باز سیاست زده شدن و نیامدن قم رو کنترل کنن. حالا چی کار میشه کرد؟ حالا وقتی که ما گزارش میبینیم که در اکثر استانهای اطراف هم این بیماری گزارش شده، دیگه بستن یک نقطه مهم نیست. نقطه دوم مهمه، جلوگیری کردن از تجمع افراد در یک مکان خاص. بسیار حرکت خوبی بود که استادیوم ها رو بستن، بسیار حرکت خوبی بود که کنسرت ها رو بستن، بعضی دانشگاه ها رو تعطیل کردن، ولی باز دو تا موضوع بحث سیاسی شده دوباره. یکی این که زیارتگاه ها، یکی مدرسه ها. ببینید زیارتگاه ها هیچ، اتفاقا افرادی که میرفتن در زیارتگاه ها بیشتر در معرض خطر تماسن. چرا؟ شما استادیوم فوتبال 50,000 نفری 100,000 نفری که سقف باز داره، درسته که افراد تمرکز با هم ارتباط نزدیک دارن، ولی چون هوا در گردشه این باعث میشه که تعداد ویروس ها کمتر بشه. ولی شما حساب کنید یک مکان بسته زیارتی که هجوم افراد و تراکم افراد خیلی بیشتر از اون استادیومه، میرن در اونجا، هوای ساکن بسته و بوسیدن زری، دست زدن به زری احتمال ریسک انتقال خیلی بیشتر میکنه. پس چه بهتر بود که همون اول زیارتگاه ها رو هم میبستن، برای یه مدتی هیچ مشکلی ایجاد نمیشد. بعد ما بحث مدرسه ها رو داریم. توصیه‌ای که میشه در این جور حالت ها، مدرسه های کل کشور احتیاج نیست تعطیل بشه، ولی مدرسه هایی که مکانها در اطراف مکانهایی که تمرکز بیماری و شناسایی بیماری باشه بهتر اینه که بسته بشه، چون خودش باعث انتقال بیماری میشه. یک خانواده، میدونیم که تعداد مرگ و میر در کودکان کمتر بوده، ولی گزارشی نداریم که بگه کودکان باعث انتقال بیماری نمیشن. پس فردی که در خانش بیماره میتونه به کودکش بده، بعد این کودک فرزند بره مدرسه به یک فرزند دیگه بده و اون فرزند برگرده به خانواده دیگه سوم و فرد افراد خانواده رو مبتلا کنه. به این خاطره که در شهرها یا در ناحیه، حالا شاید یک شهر هم احتیاج نباشه، چند ناحیه از اون شهر که تمرکز بیماری اونجا بوده، برای چند روز مدرسه رو ببندن، دو هفته سه هفته مدرسه رو بستن، هیچ چیزی دوچار مشکل نمی‌کنه. من باز هم بخوام تاکید کنم، به نظر میرسه این سیاست زدگیه که باعث یک وحشت در دولت شده که اگر ما مثلا چند تا مدرسه رو ببندیم یا یک شهر بخوایم رفت و آمدت بهش کنترل کنیم، باعث مثلا بد جلوه دادن کشور میشه، که این واقعا جای سواله. از لحاظ علمی قابل قبوله، ولی از لحاظ سیاسی من نمیدونم چرا این فکر میکنم. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر آرش علایی، مدیر مؤسسه بین المللی آموزش و سلامت. خب ببینین، ما
در مورد وضعیت قرنطینه باید از همسایه‌ها بشنویم حرف حساب و ظاهراً میگوید که وزیر بهداشت ترکیه در مصاحبه با حریت میگوید اگر ایران قم را قرنطینه میکرد نیازی به بستن مرزها نبود، مرزهاشو با ایران بست و بعدم گفتش که ما این هر کی که بخواد از ایران برود به ترکیه ما حتما باید تست کرونا بکنیم. خب میگوید اگر ایران قم را قرنطینه میکرد نیازی به بستن مرزها نبود، درباره علت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و بستن گذرگاه‌های مرزی با ایران بنده از تهران درخواست کردم قم را قرنطینه کند، اگر ایران این شهر را قرنطینه میکرد ما مرزها را نمیبستیم. اما در رابطه با نبستن مرزها با سایر کشورهایی که در آنها ویروس مشاهده شده، وزیر بهداشت ترکیه گفت ایتالیا منطقه ای را که در آن ویروس مشاهده شده قرنطینه کرد و کار صحیحی بود. چین هم ووهان را قرنطینه کرد. اگر ایران هم شهر قم را قرنطینه می کرد این پیشگیری ها و تدابیر ضروری نبود. باری در حالی که بنده از خبرنگار روزنامه ایران یکی دو نکته خدمتون عرض کنم که نوشته است در حالی که در کشورهای دیگر موضوع قرنطینه جدی اعمال می شود یا موارد پیشگیرانه به سرعت انجام می شود، در ایران دولت حتی از تامین ماسک و ژل ضد عفونی به عنوان ابتدایی ترین وسایل عاجز است. از آن سو کشور چین در عرض 10 روز یک بیمارستان می سازد که می دونید بعد از شیوع کرونا در چین یک بیمارستان ویژه ساختند که دیگه دیدیم فیلم تبلیغاتی چین میشه بخوایم نشون بدیم اون بیمارستان، البته جا هم نداشتیم وقت نداشتیم که در عرض 10 روز این شگفتی رو به جهان نشون دادن که میتوانیم یک بیمارستان مجهز برای فقط بیماران مبتلا به کرونا بسازیم. باری مجموعه این عوامل که در جمهوری اسلامی ایران اتفاق می افتد است که بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی احتمال مرگ در صورت ابتلا به ویروس کرونا در ایران 25% است و این احتمال در چین تنها 2%. عربستان سعودی برای پیشگیری از شیوع کرونا انجام حج عمره و ورود به اماکن مقدس مکه و مدینه را ممنوع کرد. جمهوری اسلامی عرض کردم فقط میله کشیده دور حرم قوم و مشهد، امامزاده هم که میله لازم نداره. 11,000 امامزاده به روایت رسمی منبع پخش ویروس کرونان، بی تردید اگر جای آلوده باشه همه رو آلوده میکنه و کی میدونه که فلان کسی که دخیل میبنده به فلان امامزاده یا فلان زائر مبتلاست یا نیست. ای کاش خودتون نمی رفتین، حالا که اینا کمر به قتل شما بستن خودتون نمی رفتین واقعا تو این اماکن و مجامع شلوغ یا جایی که به هر حال نمی تونین از آلوده نبودنش مطمئن باشین. هی در وبسایت صدای آمریکا می تونین آمار تازه شونده کرونا در ایران و کشورهای دیگر رو ببینین که هفته آینده با این آمار کار خواهیم داشت. اینکه مسئولان جمهوری اسلامی چجوری باعث شیوع مرگ و میر بر اثر ویروس کرونا بین مردم ایران و مردم منطقه شدن، الان روی این نقشه‌ای که دارین می‌بینین که این متعلق است به سازمان بهداشت جهانی که عیناً روی وبسایت صدای آمریکا میتونین ببینین، هر جای این نقشه رو که اولا لحظه به لحظه آپدیت میشه، به اصطلاح به زمان میشه، و هر جای نقشه رو که شما این موش ماوس رو بگردونین روی کامپیوترتون یا هر چی به هر حال بگردونین، همینطور که الان دارین نگاه میکنین روی کشور معین قرار میگیره. میبینین که چین از همه بیشتر تعداد قربانیان، می‌بینید دیگه 78630 نفر مبتلا و 2747 نفر قربانی. بعد از چین در حالا کره جنوبی رو نشون دادن دوستان، بعد از چین ایرانه که 245
مبتلا و 26 فوتی اینجا هنوز به زمان نشده است، آنچه که خبرگزاری جمهوری اسلامی در واقع ایرنا ارگان دولت جمهوری اسلامی داد و نقشه‌شو حالا خواهیم دید، همین الان فرصت داریم یه نگاهی بهش میندازیم، ولی توی اون نقشه نوشته است 248 تا مبتلا و 26 تا فوتی. ببینین رو همون دور و بر ایران وقتی که نگاه کنین، یعنی بحرین، کویت، این طرف افغانستان، بعد عربستان سعودی، امارات، عمان، تمام اینا رو میگم هفته آینده باهاشون کار خواهیم داشت، اینها همه مبتلا شدن به دلیل اینکه مسافری از ایران رفته اونجا. عراق یک نفر، یعنی کرونایی هاش در نجف شروع شد، یه آخوندی از ایران از قم پاشت رفته نجف که همین یکی دو روز پیش برش گردوندن ایران که تو ایران نمیدونم قرنطینه بشه یا بمیره. خب ببینین اون نقشه چیزی که عرض کردم خدمتتون، نقشه خبرگزاری ایرنا که ارگان دولت جمهوری اسلامی است رو یه نگاهی بندازین تا میزان واقعا بلاهت مسئولان جمهوری اسلامی که فکر میکنن مردم واقعا مردم جهالت دارن و این چیزا رو نمیفهمن. نگاه کنین همین نقشه رو نگاه کنین که این ای به زمانم میشه. ببینین نوشته در 23 استان درگیرش هستن، 248 نفر فقط ابتلا به بیماری، 26 نفر فوتی که من اشاره کردم به این آمار که بر اساس 26 نفر فوتی اگر بنا باشد که آمار بهداشت جهانی رو در نظر بگیریم و آماری که چین تجربهش هست در نظر بگیریم، باید تعداد مبتلاها بیش از 2000 نفر باشه. بعد اینجا اومدن بهبود یافته ها و مرخص شده ها، تعدادشون دو برابر تعداد مبتلاهاست. هیچ جای دنیا الان بیش از 40 کشور در دنیا مبتلا هستن، هیچ جای دنیا از جمله در چین که اینقدر الان پیشرفت کرده در دلیل فاجعه‌ای که در اون کشور اتفاق افتاده، یه بار دیگه این مپو نشون بدیم، این نقشه‌ای که داره، هیچ جای دنیا چون این چیزی نیست که تعداد مبتلاها نصف تعداد بهبود یافته ها چون خوب شده ها باشن و مرخص شده ها، هیچ چون این چیزی وجود نداره و بی تردید به طور قطع چون این آماری رو جلوی هر آدم، جلوی چه میدونم مادر بزرگی که من بزنیم میفهمی که غلط و دروغه. چی بگم؟ بریم پرده آخر. همه این بیماری هایی که مصری هست و این روزها شایع شده در کل دنیا، انواع تبها، تب کنگو، نمیدونم سرماخوردگی، آمازه پرندگان، امثال این هست، این هایی که جدید هم هست، کسی که از این دارو استفاده میکنه، داروی امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، بیمار نمیشه و این مسئله تضمینیه. واقعا خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است. شب و روزگار خوش.